روحانی رافضی و اتهام مخالفین به همجنس بازی. اولا نام مولا رو میبریم، ثانیاً یک لقبی از القاب مولا رو بر زبان جاری میکنیم که این لقب از مختصات آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است و اون لقب امیر المؤمنین است که حتی خود ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین غیر امیر المؤمنین راضی نمی شدن که اونها رو با این لقب صدا بزنند و اظهار می کردن که این لقب از مختصات جد ما علی ابن ابی طالب است. و از روایاتی استفاده می شود که هر حاکمی، هر خلیفه نابحقی که راضی شود این لقب و این اسم روی او گذارده شود مبتلای به عمل قوم لوط می شود. اینقدر قباحت دارد و مبغوضیت دارد در پیشگاه خدا که کسی راضی شود این لقب روی او گذاشته شود و با این عنوان صدا زده شود، که تمام اونهایی که حق امیر المؤمنین رو غصب کردن راضی بودن که این لقب رو به اونها بدهن و با این لقب اونها رو صدا بدهن. بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودید که این آخوند تا چه حد نسبت به خلفای راشدین رضی الله عنهم حقد و کینه دارد. امیر در زبان عربی به معنای فرمانده، فرمانروا، رئیس، امیر لشکر، سردار و سالار است. بدین ترتیب آیا نمیتوان کسی را که از طرف تمام مسلمانان به عنوان فرمانده یا امیر انتخاب شده او را امیر المسلمین یا امیر المؤمنین نامید؟ از جهتی دیگر این موضوع چه ربطی به لوطی بودن دارد؟ چرا رافضه به راحتی مخالفین خود را به انواع رذیلت ها منسوب می کنند؟ و آیا واقعا وارد کردن چنین تهمت هایی راه و روش امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و فرزندانش بوده است؟ و یا ناشی از محبت علی و اهل بیتش می باشد؟ در حالی که الله متعال می فرماید ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، بغض و دشمنی مخالفین شما را به تعدی از عدالت باز ندارد. واقعا چگونه چنین مذهبی میتواند با فحش و ناسزا سعادت دنیا و آخرت را برای بشریت به ارمغان آورد؟ به کار بردن چنین الفاظ رکیکی که این آخوند به کار برد در مورد نااهلان نیز درست نیست، چه رسد به یاران و پیروان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که هر کدام در خدمت به اسلام کارنامه درخشانی دارند. باید دانست که خلفای راشدین هیچ کدام با میل خود خلافت را قبول نکردند، بلکه با رأی و نظر دیگر اصحاب به این مقام منصوب شدند. در این باره عطار نیشاپوری شاعر سنی ایرانی می‌فرماید در خلافت میل نیست ای بی خبر، میل کی آید ز بوبکر و عمر. میل اگر بودی در آن دو مقتدا، هر دو کردندی پسر را پیشوا. کی روا داری که اصحاب رسول مرد ناحق را کنند از جان قبول؟ یا نشانندش به جای مصطفی، بر صحابه نیست این باطل روا. اختیار جملشان گر نیست راست، اختیار جمع قرآن پس خطاست.